هشدار نیروی دریایی ایران به یک بالگرد فرامنطقه‌ای. معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی رزمایش دریایی ولایت نود گفت یک بالگرد کشوری فرامنطقه‌ای که در محدوده منطقه رزمایش حضور یافته بود با هشدار نیروی دریایی مجبور به ترک منطقه عملیاتی شد. امیر سرتیپ دوم موسوی گفت در سومین روز از مرحله مقدماتی رزمایش دریایی ولایت نود یگانهای شناور سطحی، زیرسطحی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران بخشی از توان رزمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند. در سومین روز از رزمایش بزرگ دریایی ولایت شاهد تمرینات مشترک بین یگانهای شناور با یکدیگر، تمرینات مشترک بین یگانهای پروازی و یگانهای شناور، تمرینات مشترک بین یگانهای سطحی و یگانهای زیرسطحی، گسترش تعدادی از یگانهای باقی مانده به محدوده مورد نظر و استقرار در محله‌های از پیش تعیین شده، اجرای عملیات تجسس نجات و تأمین و مراقبت در دریا و در ساحل، انجام تمرینات پدافند غیرعامل در ساحل و در دریا بودیم و انشالله امروز پس از خاتمه مرحله گسترش کلیه یگانهای شرکت کننده در رزمایش وارد مرحله فاز تاکتیکی و اجرای عملیات تاکتیکی خواهیم بود. علاوه بر این از اقدامات و فعالیت‌هایی که دلاور مردان و سربازان ولایت مدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول رزمایش اجرا خواهند کرد، حمایت و پشتیبانی از یگانهای تجاری عبوری در منطقه خواهد بود که در همین راستا شب گذشته پس از اعلام مرکز تجسس و نجات دریایی مستقر در چابهار مبنی بر اینکه یک فروند تانکر عربستانی به واسطه تعرض و نزدیکی تعدادی قایق مشکوک درخواست کمک نموده است، نسبت به اعزام ناوشکن جمهوری اسلامی جماران به محدوده فوق اقدام کردیم که پس از چند دقیقه از اعزام ناوشکن و برقراری تماس با تانکر مورد نظر که با ملیت عربستان سعودی در حال تردد در منطقه بود و اعلام آمادگی جهت امداد رسانی و کمک از طرف یگان مسئول اعلام شد که قایق‌ها منطقه مورد نظر را ترک کردند و ناوشکن جماران اعلام نمود که کل منطقه تحت نظارت و کنترل دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است و آمادگی هر گونه امداد رسانی در این راستا را دارا هستند. علاوه بر این از اقداماتی که در حال انجام است رصد کلیه فعالیت‌ها و تحرکات نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه رزمایش اعم از یگانهای شناور و یگانهای پروازی و یگانهای پروازی بدون سرنشین هستش که پیشبینی ما این است که با توجه به اجرای رزمایش تحرکات اونها در محدوده رزمایش افزایش یابد. در این راستا تدابیر خاصی دیده شده خاصه در طول مدت رزمایش و سفارشات اکیدی به یگانهای شرکت کننده داده شده و کلیه تحرکات و فعالیت‌های یگانهای فرامنطقه‌ای توسط چشمان تیزبین دلاورمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رصد میشه و به صورت لحظه لحظه دنبال خواهد شد.